بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ما رو با بخش خبری ساعت 10 همراهی می‌فرمایید. مقاومت اسلامی لبنان از حملات گسترده موشکی حزب الله به شهرک صهیونیست‌نشین نهاریه در شمال فلسطین اشغالی خبر داده. حزب الله گفته در این حملات موشک‌ها مستقیم به اهداف اصابت کردند و شماری از صهیونیست‌ها زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده دیشب شرکت صنایع نظامی تار را هم در اطراف تل آویو با موشک‌های ویژه هدف قرار داده. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرده تلفات رژیم صهیونیستی بیش از 70 کشته و 600 زخمی از میان افسران و سربازانش رسیده. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در نبرد با دشمن صهیونیستی توانسته 28 تانک مرکاوا را منهدم کند. حزب الله گفته رزمندگانش در یگانهای پدافند هوایی با پهپادهای رژیم صهیونیستی مقابله و تاکنون 4 پهپاد را سرنگون کردند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دفتر شبکه تلویزیونی المیادین را در بیروت هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی دفتر المیادین را بدون هشدار قبلی و با 2 موشک هدف قرار داد. این حمله در حالی انجام شد که المیادین دفتر خود در بیروت را از ابتدای تجاوز به لبنان تخلیه کرده. شبکه المیادین اعلام کرد رژیم اشغالگر را مسئول تجاوز به دفتر یک شبکه رسانه‌ای شناخته شده در بیروت می‌داند. مدیر کل بهره برداری از معادن وزارت صمت گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی برای ادامه فعالیت معدن معدنجوی طبس صادر نکرده. آقای حمیدی افسود تا زمان آغاز به کار معدن طبس حقوق کارگران پرداخت خواهد شد. معدن فعلا هیچ مجوزی برای فعالیتش از سمت وزارت صمت صادر نشده است و قطعا بعد از اقدامی که نتایج علت حادثه که مشخص شده و نتایج قضایی بیاد، باید در صحن شورای عالی معادن نسبت به نحوه ادامه فعالیت اون تصمیم گیری بشه. خب بعد این کارگرانی که الان کار نمی‌کنن وضعیتشون چگونه خواهد؟ من احساس می‌کنم که با این فوریتی که کار داره انجام میشه به زودی در دستور کار شورای عالی معادن قرار میگیره که تعیین تکلیف بشه. بعد حق و حقوقشون رو دریافت می‌کنن؟ قطعا تو این فاصله حق و حقوقشون رو دریافت می‌کنن. معاون آموزشی وزارت علوم گفت 10 دانشگاه امسال در رشته‌های هوش مصنوعی دانشجوی نخبه و استعداد درخشان جذب کردند. آقای رازینی گفت آمایش آموزش عالی باید بر مبنای اصل 30 قانون اساسی اجرا شود. معاونان آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور در 63 اجلاس سراسری تصمیم گرفتند 2 ماده آموزشی 95 و 96 برنامه 5 ساله 7 پیشرفت را تا مرحله مهارت محور کردن دانشگاه‌ها و اجرای اصل 30 قانون اساسی پیگیری کنند. در ماده 95 قانون برنامه 7 پیشرفت وزارت علوم و وزارت بهداشت مکلف شدند که الگوی تخصیص ظرفیت رشته و توزیع دانشجو و عناوین رشته ها رو بازنگری بکنن و حسب موضوع در شورای گسترش و شورای برنامه ریزی به تصویب برسونن. بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است تحصیلات تکمیلی را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد. ما یک کارگروه تخصصی رو برای بازطراحی نظام آمایش آموزش عالی با روی کرده توجه به اصل 30 قانون اساسی که آموزش عالی تا سرحد خودکفایی است مد نظر قرار دادیم. ما تمرکز منابع رو رشته‌هایی ببریم که کشور به اونها اولویت و نیاز بیشتره. تو همین راستا هم موضوع رشته‌های راهبردی رو تو اولویت قرار دادیم. رشته‌هایی که امروز مرز دانش هست، رشته‌های نوینی هست، حالا مثل هوش مصنوعی، مثل کوانتوم که مورد تاکید هم بوده. پیش از این وزارت علوم در آمایش رشته‌های تحصیلی اقدام به حذف کدرشته محل‌هایی کرد که در فهرست انتخاب داوطلبان کنکور نبود. محتوای رشته‌ها رو به سمتی ببریم که مطابق نیاز و ایجاد توانمندی در افراد برای اینکه بتونن شغل قبول کنن یا شغل ایجاد بکنن. در عوض هوش مصنوعی و کوانتوم که از اقبال چند برابری در منطقه و جهان برخوردار شده، در افق برنامه آموزشی وزارت علوم قرار گرفت. خیلی از سیاست‌گذاری‌ها انجام شده در سطوح عالی تصمیم گیری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی درست شده و در دانشگاه بحث‌های زیادی هست که ما چگونه بتونیم از هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف استفاده کنیم. امسال برای اولین بار
10 تا دانشگاه و پژوهشگاه ما توی تعدادی از این رشته ها رصد کردیم ظرفیت داشتن. مقدماتش و پژوهش هایی توی این حوزه ها انجام شده بود، بهشون اجازه دادیم که دانشجوی استعداد درخشان بگیرن توی این رشته ها. حالا وزارت علوم در صورت تصویب آیین‌نامه آموزشی در هیئت دولت موظف میشه آموزش مهارتی و کارآمد رو در مراکز آموزش عالی سراسر کشور گسترش بده. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما. معاون فرهنگی و دانشجوی وزیر بهداشت گفته با وجود افزایش ظرفیت 100% دانشجویان گروه پزشکی در 4 سال اخیر، زیرساخت‌های لازم از جمله خوابگاه‌های متأهلان فراهم نشده. ما تو متأهلین ما تقریبا 50,000 دانشجو متأهل داریم که خیلی مهمه. با توجه به جوانی جمعیت ما باید تو این زمینه کار انجام بدیم. بالغ بر 5,000 نفر همین الان درخواست خوابگاه متأهلین دارن و تمام ظرفیت ما بالغ بر 1,200 تا هستش، 1,200 تا هست. فقط تو متأهلین ما انقدر کمبود داریم که دقیقا من خدمتون گفتم. نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل اتهام‌های مطرح شده مبنی بر دخالت ایران در انتخابات آمریکا را رد کرد. نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل این ادعاها را بی اساس و فاقد هر گونه اعتبار و مشروعیت دانسته و گفته جمهوری اسلامی ایران وارد رقابت‌ها و جنجال‌های داخلی و انتخاباتی آمریکا نمی‌شود. به گفته یه نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل، ایران نه تنها هیچ انگیزه و قصدی برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد، بلکه چنین اتهام‌هایی را قویاً تکذیب می‌کند. نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد تکرار این گونه ادعاهای بی‌پایه تنها به بی‌اعتبار شدن بیشتر آنها منجر خواهد شد. شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، بار دیگر به دلیل شرایط ناسالم هوا آلوده‌ترین شهر جهان اعلام شد. دود ناشی از سوزاندن باقی‌مانده محصولات کشاورزان و خروجی‌های کارخانه‌های صنعتی مهمترین عامل آلودگی هوای شهر لاهور در 1 ماه گذشته اعلام شده. آلودگی هوا در روزهای گذشته باعث مشکلات جدی تنفسی، سوزش چشم و عفونت‌های پوستی برای شهروندان لاهور شده. تحقیقات و ترویج کشاورزی به همدیگر نزدیک می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت کوچک‌سازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تکلیف قانون برنامه هفتم است که با تامین شدن بودجه مناسب اجرایی خواهد شد. این سازمان بزرگترین سازمان تحقیقاتی کشور است. گلخانه تخصصی دانشگاه صنعتی اصفهان 7 سالی است میزبان پژوهشگران است که به دنبال افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اند. کاری که من و دوستانم به صورت تخصصی داریم توی این گلخانه انجام میدیم اینه که چطور میتونیم مصرف آب، کود و نهادهای کشاورزی رو به خصوص در گلخانه ها کاهش بدیم. پژوهشگران میگویند هر چند انتقال تجربه در این محیط تحقیقاتی به خوبی انجام میشود، اما نیمی از موادی که ما به دنبالش بودیم تا حالا به اتمام رسیده و پروژه در سالهای مختلفی کند شده. دلیل اصلی که نه تنها بر این پروژه و پروژه های مشابه کلان پروژه های دیگه در بخش کشاورزی مترتب هست، در واقع کمبود منابع مالی و کمبود حمایت هست. بررسی بودجه بخش کشاورزی در سالهای اخیر حکایت از این دارد که بیشترین سهم از پول وزارتخانه نصیب سازمان متولی تحقیقات شده. 1/4 بودجه پژوهشی کشور داره تو این سازمان استفاده میشه و بعد این 23% به اذعان دوستان که به ما مراجعه میکنن برای افزایش بودجهشون در بودجه‌های سنواتی، 97% صرف حقوق و دستمزد میشه. من هم معتقدم بر اساس اون پتانسیل ها و ظرفیت هایی که سخت افزاری و نرم افزاری در اون مجموعه هست خروجیش قابل قبول نیست. تاد یا همان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 90 مرکز آموزشی و پژوهشی با بیش از 10,000 نفر پرسنل است که 3,000 نفر از آنها اعضای هیئت علمی اند. فعالیت های سازمان تاد قابل قبول نیست ولی قابل دفاع است. باید اساس کار بخش پژوهش و آموزششون یک کاسته بکنه. در حوزه سازمان تاد باید تغییر ریل داده بشه. یکی از مرادهای ما توی 5 ساله هفتم این هست که
اینا برگردن به رسالت‌های خودشون. بر اساس ماده 33 برنامه هفتم، کوچک‌سازی و اثربخشی نظام آموزشی، پژوهشی و فناوری بخش کشاورزی از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تأکید شده است. تکالیف قانونی هم داریم، مطابق اونها برطرف می‌کنیم و میریم جلو، البته در حد منابعی که در اختیار قرار می‌گیره. از اصلاح ساختار گرفته تا نزدیک کردن ارتباط تحقیق، آموزش و ترویج به هم دیگه. اتفاقاتی که اگر درست رقم بخورد، امثال خانم شاهین وقت و سرمایه بیشتری برای تحقیقاتشان